سرخط مهمترین خبرها. ثبت نزدیک به 1000 رویداد مثبت ویروس کرونا در کشور. بر بنیاد آمار وزارت صحت عامه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 996 تن رسیده است. تعداد مجموعی واقعات مثبت در کشور به 993 رویداد می‌رسد. انتقاد سناتوران به پروایی مسئولان حکومت و نیاز خانواده های نیازمند. اعضای مشران جرگه کمک 4 کیلوگرم گندم به هر خانواده نیازمند را در کابل شرم‌آور دانستند. مقدار گندمی که کمک شد که 3 کیلو و 4 کیلو گندم بود است، بسیار شرم‌آور بود است. به عوض از اینکه امور هیچ کمک نمی کردن، گپ خوب بود که. و ادامه نگرانی کارگران از نبود کار. شماری از کارگرانی که درآمد روزانه دارند، مسئولان حکومتی را به بی‌پروایی و وضعیت اقتصادیشان متهم کردند. تا 20 روپیه من امروز کار کردم، 10 روپیه همه معاف شستندم که اون مسلمانی بده 10 روپیه. به نام خدا و با عرض سلام و خبر شش از نگاه خوش آمدید. امروز یک شنبه 31 حمل 1399 خورشیدی است که برابر است با 19 اپریل سال 2020 میلادی. وزارت صحت عامه میگوید که در 24 ساعت گذشته 63 رویداد تازه ابتلا به ویروس کرونا در کشور ثبت شده است. با ثبت این 63 رویداد تازه، شمار مجموعی رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور به 996 تن رسیده است. از میان 60 رویداد تازه مثبت ویروس کرونا، 31 رویداد آن در ولایت کابل ثبت شده است. سخنگوی وزارت صحت عامه از سیر سریع بیماری کووید 19 در کشور هشدار داده میگوید با توجه به گسترش این ویروس، شهروندان کشور روزهای دشوار را در پیش خواهند داشت. همزمان با این، وزارت صحت عامه از کمبود کیت‌های تشخیصی در کشور نیز ابراز نگرانی میکند. در این روزها کابل پایتخت گواه بیشترین افراد مبتلا به ویروس کرونا است. وزارت صحت عامه میگوید که در یک شبانه روز 63 رویداد تازه در 8 ولایت کشور ثبت شده است. بر بنیاد آمارهای وزارت صحت عامه، با ثبت این رویدادهای تازه، شمار مجموعی مبتلایان به ویروس کرونا در کشور به 996 تن رسیده است. در ولایت جوزجان برای نخستین بار یک مورد ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده است. از این 63 رویداد تازه، 31 رویداد در کابل، 16 رویداد در بلخ، 6 رویداد در کنر، 4 رویداد در هرات، 3 رویداد در بغلان و یک رویداد دیگر در ولایت های جوزجان، فاریاب و لغمان ثبت شده است. تا هنوز 33 تن در اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جانهایشان را از دست داده و 131 تن دیگر دوباره صحت یاب شده است. در 24 ساعت گذشته 63 مورد مثبت ویروس کرونا در کشور به ثبت رسید که در کابل 31 واقع مثبت، بلخ 16، کنر 6، هرات 4، بغلان 3، همچنان در ولایت های فاریاب، لغمان و جوزجان یک واقع مثبت ثبت گردیده است. تعداد مجموعی واقعات مثبت در کشور به 993 رویداد می رسند. ضمناً در 24 ساعت گذشته 15 تن از مریضای کووید 19 شفا یاب شدند که 13 تنشان در ولایت هرات و 2 تن در ولایت کابل. زیادترین تعداد مریضای شفا یاب شده ما در ولایت هرات است که 71 تن تا می لحظه شفا یاب شدند و ضمناً در ولایت کابل هم 26 تن شفا یاب شدند. که فیصدی مریضایی که شفایاب شدن دیروز 12% بود، امروز به 13% رسیده. در همین حال وزارت صحت عامه از کمبود کیت‌های تشخیصی برای تست بیماری کووید 19 در کشور ابراز نگرانی کرده و میگوید که این وزارت با کمبود کیت‌های تشخیصی روبرو است. اما سخنگوی این وزارت میگوید سازمان صحی جهان وعده کرده است تا در حدود 5000 کیت تشخیصی را به افغانستان کمک کند.
به گفته سخنگوی وزارت، با رسیدن این کت‌های تشخیصی ظرفیت تشخیص در کشور بلند خواهد رفت. اکستراکشن کت کمبودش در کل جهان موجود است متاسفانه. ما کت که سمپل گیری شوه و اینا بسیار زیاد داره. می خود اکستراکشن کت که آرنه را باز از او استخراج میکنن، تست باز نتیجه میکنن در تست های پی سی آر. متاسفانه که ما بازارهای منطقه ای را دیدیم، با در تماس با کشورهای دیگه هم هستیم که بتانیم خریداری بکنیم. اما یک خبر خوشی است که 5000 اکستراکشن کت فردا میرسه بخیر. از طریق سازمان صحی جهان به وزارت صحت عامه دادم شد. خود ما در تلاش در صحبت با فروشندهای بین المللی هستیم. پول است برش، پول است که صرف خریداری بکنیم، چون کمبودش در تمام دنیا است. این در حالی است که شمار قربانیان بیماری کووید 19 در جهان به بیش از 160 هزار تن رسیده است و بیش از 2 میلیون و 300 هزار تن دیگر به این ویروس آلوده شدند. بیش از 595 هزار بیمار هم بهبود یافتند. همزمان با این، شیوع ویروس کرونا در کشور با گذشت هر روز بیشتر می شود. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، هشدار می دهد که با توجه به سیر صریح ویروس کرونا، زمینه رشد این ویروس در 2 هفته پیش رو به ویژه در کابل پایتخت بیشتر است. با این حال آقای فیروز می گوید که این وزارت همزمان با گسترش ویروس کرونا آمادگی 100 هزار بستر را در سراسر کشور دارد. وزیر صحت عامه میگوید که این بیماری تداوی ندارد و از مردم بار دیگر خواست که از خانه هایشان بدون نیاز بیرون نشوند. در غیر آن کشور به بحران صحی مواجه خواهد شد. فیروزالدین فیروز از مسئولان حکومتی خواست که به خاطر جلوگیری بیشتر از این ویروس در این روزهای قرنطینه به خانواده های نیازمند کمک نمایند. با گذشت هر روز ویروس کرونا در کشور همگیر می شود. فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، می گوید با توجه به گسترش روزافزون این ویروس، زمینه رشد ویروس کرونا در 2 هفته پیش رو به ویژه در کابل پایتخت در مقایسه به هر ولایت دیگر بیشتر است. او از تمامی شهروندان کشور خواست که بیماری کووید 19 را جدی گیرند و به توصیه ها و هشدارهای وزارت صحت عامه توجه جدی کنند و بدون نیاز از خانه هایشان بیرون نشوند. در 2 هفته پیش روی خطرات بسیار زیاد وجود دارد. زمینه رشد ویروس خصوصا در شهر کابل بیشتر میشه. وقوع بحران شاید در خانه های ما، شاید در کوچه های ما و شاید هم در شهر ما به اتفاق بپیونده. دیگه از اون خاطر باید آماده باشیم برش و بهترین راهش این همیست که ما اجتماعات جلوگیری کنیم، رفت آمده کم بکنیم. یگانه وسیله، یگانه راه برای جلوگیری از این است که اجتماعات توقف کنیم. همزمان با این، فیروزالدین فیروز، وزیر صحت عامه، میگوید که این وزارت آمادگی 100 هزار بستر را برای بستر شدن بیماران کووید 19 که وضعیتشان وخیم نباشد در سراسر کشور آمادگی گرفته است. وزیر صحت عامه در حال از آمادگی این 100 هزار بستر خبر می‌دهد که همکنون بسیاری از بیماران کووید 19 در ولایت‌های مختلف کشور از نبود امکانات سخت انتقاد دارند. در از دولت شیوس ضرورت به ایست که باید ما در حدود 100,000 بستر در سر تا سر افغانستان آمادگی بگیریم. در صورتی که خدای نخواسته واقعات بیشتر میشه، ما باید برش آماده باشیم. دیگه از اون لحاظ است که تمام نهادها، وزارت صحت عامه، سکتورهای مختلف، شهروالی ها، خصوصا شهروالی کابل، آمادگی آماده ساختن 10,000 بستر در شهر کابل. وزیر صحت عامه اما میگوید که ثبت رویدادهای مثبت ویروس کرونا در کشور در مقایسه با کشورهای دیگر جهان کمتر است. این در حالی است که ویروس کرونا بسیاری از کشورهای پیشرفته جهان را به انزوا برده است. یگانه راه و دلیلی که برای ازی چرا واقعات ما کم است، کاری را کشورهای پیشرفته دیگر دنیا بسیار دخیل انجام دادن، ما و شما او را در اول انجام دادیم. با طور مثال وقتی که یک واقع مثبت در ایران تثبیت شد، ما قرنطینه محدودیت وضع کردیم. 4 واقع مثبت در شهر کابل بود که ما اعلام محدودیت در شهر کابل آوردیم و شهرهای دیگر. این همین محدودیت سبب ازی شد که شیوع همین زنجیر انتشار
بتی بسازه و حتی قطع بسازه. تا هنوز دوای برای تداوی ویروس کرونا در جهان ساخته نشده است و به همین علت تا اکنون هزاران تن به اثر مبتلا شدن به ویروس کرونا جانهایشان را از دست دادند. هرچند تلاش ها برای ساخت واکسن برای تداوی این بیماری جریان دارد، اما هیچ کشور جهان تا هنوز موفق به این کار نشده است. اعضای مشران جرگه توزیع کمک چند کیلو گندم به شهروندان کشور و توجیه مشاور محمد اشرفانی را شرم‌آور می‌دانند. سناتوران می‌گویند که پس از 3 هفته وضع قیود روزگردی، توزیع این کمک نشان دهنده عدم فهم مسئولان حکومتی می‌باشد. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که کمک به گونه درست توزیع نشود، وضع محدودیت‌ها مؤثر واقع نمی‌باشد و شهروندان باید به زودی با در نظر داشت نکات صحی کارهای روزمره‌شان را آغاز کنند. افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا و عدم کمک رسانی حکومت در زمان محدودیت برگشت و گذار نگرانی های شدید سناتوران را نیز برانگیخته است. پس از آن که حکومت با گذشت 3 هفته از وضع محدودیت برگشت و گذار چند کیلو گندم به شهروندان کشور توزیع کرد، انتقادهای فراوانی برانگیخته شد و در این میان اعضای مشران جرگه نیز پس از چند هفته نشست عمومی برگزار کرده توزیع این کمک را شرم‌آور می‌دانند. سناتوران می‌گویند که توزیع چند کیلو گندم برای شهروندان پس از 3 هفته وضع قیود روزگردی و توجیه مشاور محمد اشرف غنی نشان دهنده عدم فهم، کبر و غرور مسئولین حکومتی می باشد. دولت باید به شکل عادلانه اول اینا را یک تشخیص بده و بعد از او به شکل عادلانه مواد کمکی که مصارف روزانه شونه، هفتواره شونه، ماهواره شونه کفایت بکنه. نه ای که بسیار به طور شرم‌آور 4.5 کیلو گندم بعد از 3 هفته بررسی و ارزیابی در اختیار یک خانواده قرار بده. شما قضاوت بکنید که 4.5 کیلو گندم آیا صبحشان کفایت بکنه، چاشتشون یا شبشون؟ بسیار شرم‌آور است. اظهارات ایده از مسئولین مبنی بر توزیع 4 کیلو گندم این چند چیز نشان میده. یکی عدم فهمش نشان میده، دوم کاملا بیباکانه، بیپروا و غرور کبرش نشان میده. خود مشاور محترم ریاست جمهوری جناب وحید عمر میگه ما 4.5 کیلو گندم به طور آزمایش بر مردم توزیع کردیم و یک جفاست. امی مشوره را از کی گرفته این مشاور که شما برین بعد از 3 هفته قرنطینه 4.5 کیلو گندم توزیع کنین، در حالی که مردم توان یک روز ندارن، یک ساعت ندارن. سناتوران می افزایند که حکومت با این کمک و مردم افغانستان توهین کرده و این گونه اعمال نباید در آینده ها تکرار شود. آنان همچنان با انتقاد شدید از بی‌توجهی‌ها در راستای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا می‌گویند که وزارت صحت عامه ظرفیت برای کنترل و مدیریت این ویروس ندارد. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که ظرفیت وزارت صحت عامه بلند نرود و کمک‌ها در زمان محدودیت برگشت و گذار به گونه درست توزیع نشود، وضع محدودیت‌ها مؤثر واقع نمی‌شود و شهروندان باید به زودی با در نظر داشت نکات صحی کارهای روزمره ایشان را دوباره آغاز کنند. مقدار گندمی که کمک شد که 3 کیلو و 4 کیلو گندم بود است بسیار شرم‌آور بود است. به عوض از اینکه امور هیچ کمک نمی‌کردند، گپ خوب بود که 3 کیلو گندم باز یا کمک میکنن، چه مفهوم داره که بعضی از مسئولین هم یادآور شدن که ما به شکل آزمایشی دادیم. آزمایشی خوب وزارت زراعت میته بر دهقانا کورا میبینه که نتیجهش در بذری از چه قسم است. ای به مردم به بزاعت و بیچاره 3 کیلو گندم چه آزمایشی، یک نوع مسخره است. د دوی د پاره دا د شرم کار دی چې د افغانستان په ولس باندې، د افغانستان په خلکو باندې، لکه پسخان چې واحد 4.5 کیلو غنم دوی په خلطه کې اچولی دي، د افغانستان شریف او محبوب او مجاهد ولس ته په لاس کې ورکړي دي. دا د افغانستان د خلکو سره، د افغانستان د ولس سره یو جفا ده. دغه کار بیا نه کولای، حق په حقدار ته ورسیږي. داسې نه چې یو غریب د دې ټولو مزایاینو محروم وسي، او هغه کسان چې هیڅ نه غریب دي نه بې بضاعته دي، دا کمکونه دوی ته ورسي او دا باید په یو عادلانه شکل باندې توزیع شي.
از سوی هم اعضای مشران جرگه در مورد نشست‌هایی که با عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی برای حل تنش‌های سیاسی داشتند معلومات ارائه کرد. معاون نخست این مجلس میگوید که برای حل این تنش‌ها هیچ گونه انعطاف‌پذیری و مصلحت دیده نمی‌شود. در آخر دکتر اسف عبدالله گفت که برادر ما وقتی که شما چی میخواین صلاحیت میخواین اختیار میخواین ما آماده هستم که با نظر داشتن وضع افغانستان شما اختیار دارین که برین شرط ازی که طرف مقابل هم به شما اختیار بلا قید و شرط بده. خب هر صورت او طرف اختیار بلا قید و شرط نداشتن در یک چوکات میگفتن اختیار میتیم و اینا هم به شرط ازی که اونا اختیار بلا قید و شرط بتن ما مسئولیت ما را ادا کردیم. این در حالی است که ادامه تنش های سیاسی میان عبدالله عبدالله و محمد اشرف غنی واکنش های تند را برانگیخته و ایالات متحده آمریکا نیز کمک 1 میلیارد دلاری اش را به دلیل همین اختلافات قطع کرد. اما در این میان بیشتر از همه ادامه منی گشت و گذار در کابل پایتخت روی وضعیت اقتصادی کارگرانی که درآمد روزانه دارند تاثیر منفی گذاشته است. آنان میگویند که در این روزهای قرنطینه را به علت نبود کار به بسیار دشواری سپری میکنند. این خانواده های نادار از وضعیت بد اقتصادیشان هشدار داده میگویند در صورتی که دولت به وضعیت اقتصادی آنان توجه جدی نکنند آنان از گرسنگی جانهایشان را از دست خواهند داد. این کارگران از مسئولان حکومتی خواست که با توجه به وضعیت من گشت و گذار در کابل پایتخت به وضعیت اقتصادی آنان توجه جدی کنند. این کارگران در حال از نبود کار ابراز نگرانی می کنند که دولت برای 3 هفته دیگر محدودیت گشت و گذار را در کابل تمدید کرد. تمدید روزهای قرنطینه در کابل پایتخت بیشتر از همه روی وضعیت کار کارگرانی که درآمد روزانه دارند تأثیر منفی گذاشته است. این کارگران می گویند به دلیل مجبوریت های اقتصادی و پیدا کردن لقمه‌نان در این روزهای قرنطین که صحتشان نیز در خطر ویروس کرونا است و سطح شهر می آیند تا لقمنان برای خود و خانوادهشان پیدا کنند. دلمی حالا دلم مثالش مردم پایر در خانه بارند در پایر در گشنه است. مردم طاقت یار در گسیر ندارن نه؟ حالا ما در خانه بشیم یا قرنطین در خانه بشیم. یه خانه مشیر رو بخوریم بشیم. خیلی مجبور مکلاف دیم بیان دلم بسرک بیان دلم پیفه چار بنام بره. این کارگران میگویند که روزهای قرنطینه را به علت پیدا نکردن کار به بسیار دشواری سپری میکنند. آنان با انتقاد شدید از مسئولان حکومتی به خاطر عدم توجه آنان به وضعیت اقتصادی خانواده های نادار میگویند که حتی روزهایی است نان یک شب را هم پیدا کرده نمیتوانند. این کارگران از حکومت خواستار کمک مالی شدند. آنان هشدار می‌دهند در صورتی که ادامه وضعیت منع گشت و گذار در کابل پایتخت و به پروایی مسئولان به خانواده‌های نادار آنان از گرسنگی جانهایشان را از دست خواهند داد. پسرش اولاد 1.5 ساعت این منع تو خودت فکر کن. چی میشه به خانواده؟ ما اول کرایه بتم، بل برق بتم، آب بتم، نان بخورم. تو مرا قرنطینه کو خلاص برو دیگه. پسرش روزی را پروردگار از روزی خود میتونه نیک برده خانه خواب کو روزی را پروردگار میتونه. بعدم داول با توجه اولش نمی بود که می غریب و غربه را در خانه شای چیز می برد بعد نگه بیادر اینا را قرانتی حال در خانه اینا من وفل می شما را میده قرانتی از خانه نبرای ما از کجا کنم؟ در میان این کارگران رسول 65 ساله او می گوید سرپرستی خانواده 8 نفره را دارد. او از این روزهای قرنطینه روایت های تلخی به زبان می آورد. می گوید از صبح تا شام با این کراچی اش به سطح شهر می آید تا لقمنانی برای خانواده اش پیدا کند. اما می گوید که روزهایی است که حتی 20 افغانی هم کار نمی کنند. کار نیست بیا در وقتی که می درد آمده می مریضی آمده هیچ کار نیست. ما همینجا یک خانواده داریم 8 نفر خانواده داریم. می خواهد هرچ می گردم می امروز بیاید خدا می گری خب 20 روپیه من امروز کار کردم. دارفی همه مارکس هستند که اون مسلمانی بوده دارفی حال تکسی مونده نیست کار هم نیست همه مریضی آماده همه مشکلات های چی کنیم دیگه حالا ما چی خواهد به سر خواه کنیم. همزمان با عملی شدن مقررات منع گشت و گذار در شهر کابل حکومت وعده داد که به خانواده های نادار کمک خواهد کرد. پس از آن حکومت به هر خانواده نیازمند در حدود 4 کیلوگرم گندم توزیع کرد که این کار حکومت با انتقادهای گسترده شهروندان کشور روبرو شد.
مسئولان امنیتی برای پاسخگویی به سوالات سناتوران در نشست عمومی امروز مشران جرگه فراخوانده شده بود. مسئولان امنیتی اما بنابر دلایل در این نشست حضور نیافتند و عدم حضور آنان با انتقاد تند اعضای مجلس مواجه شد. سناتوران حضور نیافتن آنان در نشست امروز را تمرد در برابر قانون می دانند و می گویند که این عمل مسئولان توجیه پذیر نمی باشد. مشران جرگه در نشست عمومی امروز این مجلس سرپرستان وزارت‌های امور داخله و دفاع ملی، رئیس عمومی امنیت ملی و قماندان امنیه کابل را برای پاسخ‌دهی به سوالات سناتوران فراخوانده بود. این مسئولان امنیتی اما بنابر دلایل در نشست حضور نیافتند. عدم حضور آنان با واکنش های تند اعضای این مجلس روبرو شد. برخی از سناتوران می گویند که عدم پاسخدهی مسئولان به شورای ملی تمرد در برابر قانون است و به هیچ عنوان توجیه ندارد. حکم صریح قانون اساسی افغانستان است که اینا پاسخدهی هستند به شورا. دو نماینده مردم افغانستان که مظهر اراده مردم هستند فیصله کردند در سه بار که اینا تشریف بیارند، اما متاسفانه نامدن و این تمرد در برابر خواست مردم است و وجود تمرد در برابر قانون. عدم حضور وزرای امنیتی نماینگر عدم تعهد از جاره در برابر مجلس سنا را نشان میده. سناتوران همچنان از افزایش ناامنی ها و آنچه که بی‌توجهی ها در برابر بهبود این وضعیت گفته می شود به شدت انتقاد می کنند. آنان می گویند که هماکنون برخی از مناطق کشور در حال سقوط است، اما مسئولان امنیتی با بی‌تفاوتی حتی در جلسات مجلس حضور نمی یابند. در این حال برخی از سناتوران وزارت امور داخله را با برخورد های سرقوی متهم می کنند و می گویند که در این وزارت افراد بر اساس شایسته سالاری نه بلکه از طریق روابط گماشته شده و میان کارمندان این وزارت ترکیب قومی در نظر گرفتن نشده است. نامدن از یاره ما گریز از قانون، بی‌اعتنایی به خانه ملت می دانم. اینا نازدانه ها هستند. اینا بهانه میکنند که به خاطر قرنطین و به خاطر مریضی کووید 19 ما امروز در جلسه آمده نمیتونیم. شرم است برشان، بر یک سرباز، بر یک وزیر دفاع یا داخله به اصطلاح قرنطین بهانه شده نمیتونه. این قرنطین برای تجمعات مردم ملکی است. وزیر داخله دیو کابل څخه وزینه دته مشران جرګې ته راتلی سي موږ دته سم صحیح حساب په لاس ورکړی وای. بعضې لیستونه راووتل چې په هغه کې د قومي ترکیب قطن په نظر کې نه دی نیول شوی. که دا لیستونه په همدغه شکل په وزیر داخله کې رښتیا وي، خو لعنت یې پر داسې وزیر داخله یي چې په دې شرایطو کې دی په یوازې دې چې د ترور په مقابل کې مبارزه وکړي، په یوازې دې چې دی د امنیت راولي، دی قومي مسایلو ته متاسفانه لمنوی. در فصل بهار در اکثر ولسوالی ها اینا عمله دارن، پیشروی دارن، هر روز کشتار دارن، هر روز قتل دارن. ببینین که کمیسار کشتن، معاون کمیسار با چندین پرسنل از او کشتن و زخمی کردن، از بین رفتن. رئیس وقتی که بخش های امنیتی نمی آید ما صدای ما را به کی بلند کنیم؟ اعضای مشران جرگه همچنان از موجودیت افراد مسلح غیر مسئول در مناطق مختلف به شدت ابراز نگرانی می کنند. آنان می گویند که عدم نظارت مسئولان سبب افزایش افراد مسلح غیر مسئول و افزایش ناامنی ها به ویژه ترور و سرقت های مسلحانه شده است. برخی دیگر از سناتوران نیز خواستار اتخاذ تصمیم در برابر بی‌اعتنایی های مسئولینند. دوی به موږ څه کوو چې دوی دلته خالي هغه فیسبوکو کې خلکو ته ځان ښکاره کوي او وایي چې موږ دا وکړل، نو دوی څه د خپلې پوستې نه دفاع نشي کولی. هغه بیچاره مظلوم څه هلته له بیګانه تر ساره په دوی باندې جنګي او دوی یو کومک نشي ورته کولی. داسې وزیر دفاع به سړی څه کوي، داسې وزیر داخله یا داسې رئیس امنیتي ملي به سړی څه کوي. نو ښه خبره دا ده چې موږ او تاسې یو تصمیم ونیسو، نور د دوی ته تعامل کول یعنې په ځان باندې ریشخند ویل دي، ځکه چې هر وخت موږ دوی ته ګورو وخت ورکو مګم دوی هیڅ اعتنا نه کوي. د موږ او تاسې هغه فیصلو ته بارګانای امنیتي مکتوب تن که برادر در پروان هیڅ یک حالت قرار داره. شما در جریان هستی که دو شب پیش در دان میدان هوایی بګرام شش نفر کارګر بیچاره که در گارد بودن مو 8000 ماش داشتن از گاردای خرول میدان میبرن به شهادت میرسن و سه نفر هم زخمی بشه. خودتون خبر داری همه روزه در پروان، همه روزه در دو نفر، سه نفر، چهار نفر هر طرف مصالح غیر مسئول جناب رئیس به شهادت برسه.
این در حال است که پیش از این نیز چندین بار مسئولان امنیتی از اشتراک در جلسات استجوابی مشران جرگه خودداری کرده بودند. تشکر از اینکه به خاطر زلمه خلیزاد، نماینده ویژه وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان، گفته است که با اس جی شنکر وزیر خارجه هند در مورد روند صلح افغانستان و حل بحران سیاسی داخلی در این کشور صحبت کرده است. آقای خلیزاد در رشته تیویتی گفته است که این گفتگو روز گذشته صورت گرفته است. او نوشته است که در این گفتگو در مورد مسائل اخیر در روند صلح افغانستان، حل فوری بحران داخلی سیاسی و اهمیت تشکیل یک حکومت همشمول در افغانستان بحث شده است. خلیزاد همچنان نوشته است که دو طرف در مورد لزوم تصریح رهای زندانیان از سوی دولت افغانستان و طالبان، حمایت از کاهش سریح خشونت و آغاز مذاکرات بین الافغانی نیز صحبت کردند. خلیزاد با وزیر خارجه هند در حال در مورد صلح افغانستان و حل بحران سیاسی داخلی در این کشور صحبت کردند که روند صلح پس از امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان که در دهم حدود سال گذشته در دوحه امضا شد، پیشرفت چندان نداشته است. مسئولان محلی در ولایت جوزجان میگویند که نیروهای امنیتی ولسوالی خمیاب را به صورت کامل از وجود گروه طالبان پاکسازی کردند. سخنگوی والی جوزجان میگوید که در پی اجرای عملیات زیر نام شاهین، نیروهای امنیتی به صورت کامل کنترل ولسوالی خمیاب جوزجان را به دست گرفتند. این ولسوالی در سال 1397 به دست گروه طالبان سقوط کرده بود. و گفته سخنگوی والی جوزجان، در آخرین مورد غلام سرور معاون ولسوالی نامنهاد طالبان برای ولسوالی خمیاب با 13 تن از افراد تحت امرش کشته شده و 10 تن از اعضای گروه طالبان زخم برداشتند. سخنگوی والی جوزجان میگوید که این عملیات در ولسوالی قرقین همچنان جریان دارد. به گفته او تهدید بلند امنیتی که متوجه ولسوالی قرقین بود در حال حاضر رفع شده است و نیروهای امنیتی در ساحات آسیب پذیر مستقر شدند. گزارش وضعیت آب و هوا. در خارج از کشور شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در قاره اروپا از 100 هزار تن فرا رفت. به این ترتیب تقریبا 2/3 قربانیان بیماری همگیر کووید 19 در اروپا جان خود را از دست دادند. با این حال امریکا تا اکنون بیشترین خسارات جانی را در میان کشورهای جهان از شیوع نو جدید ویروس کرونا دیده است. شیوع بیشتر ویروس کرونا روز گذشته جان 1891 تن را در ایالات متحده امریکا گرفته است. این رقم شمار جانباختگان بر اثر ابتلا به بیماری کووید 19 در امریکا را به بیش از 35,000 تن می رساند. از سوی دیگر دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا ضمن انتقاد از چین تاکید کرد که اگر این کشور آگاهانه مسئول شیوع ویروس کرونا باشد، باید با پیامدهای آن روبرو شود. رئیس جمهور ایالات متحده همچنین ادعا کرد که در ابتدا امکان جلوگیری از شیوع این ویروس در چین وجود داشت، اما این اتفاق روی نداد. وزارت صحت ایران تازه‌ترین آمار مبتلایان و جانباختگان ویروس کرونا را اعلام کرد و بر اساس آن در یک شبانه روز گذشته 1343 مبتلای جدید شناسایی شده و 87 تن نیز جان خود را از دست دادند. به این ترتیب شمار کل مبتلایان به کووید 19 در ایران به 82211 تن و جانباختگان به 5118 تن رسیده است. وزارت صحت این کشور میگوید تعداد کل بهبودیافتگان نیز به 57023 تن رسیده است.
سخنگوی وزارت صحت ایران گفته که 3456 تن از بیماران مبتلا به کووید 19 در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند. وزارت صحت جمهوری چک گفته 553.6 مورد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در این کشور ثبت شده و از این تعداد 176 تن جانهایشان را از دست دادند. این در حالی است که دولت جمهوری چک از طرح پرده برداری کرده که بر اساس آن به تدریج محدودیت های وضع شده به خاطر جلوگیری از ویروس کرونا رفع می شود. در هفته های آینده اما صرف در صورت کنترل این ویروس فروشگاه های کوچک بازگشایی می شوند. فروشگاه های بزرگتر به تاریخ 11 ماه می باز شده، رستوران ها و مراکز خرید 8 جون در این کشور باز خواهند شد. دولت جمهوری چک می خواهد از 20 اپریل بازگشایی مکاتب و پوهنتون ها را به تدریج آغاز کند. در حالی که فشار اقتصادی از جمله بیکاری در جهان افزایش یافته است، دولت‌های سر تا سر جهان به خاطر کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر کنترل همگیری ویروس کرونا در حال بحث و گفتگوان. در بسیاری کشورهای جهان برای جلوگیری از این ویروس محدودیت‌های وضع شده و مسدود ساختن مشاغل به طور اجباری انجام شده است. روز گذشته وزرای امور خارجه 13 کشور جهان از جمله کانادا، برزیل، ایتالیا و آلمان در اعلامیه مشترک خواستار همکاری بین المللی برای کاهش تاثیرات اقتصادی همگیر ویروس کرونا شدند. این اعلامیه مورد حمایت کشورهای بریتانیا، فرانسه، اندونزیا، مسکو، مکسیکو، مراکش، پیرو، کره جنوبی، سنگاپور و ترکیه نیز قرار گرفته است. در اعلامیه گفته شده که این کشورها متحدند به خاطر به حداقل رسانیدن تاثیرات همگیر ویروس کرونا در زمینه حفظ و صحه عمومی، مسافرت، تجارت، فعالیت‌های اقتصادی و مالی هماهنگی بیشتر داشته باشند. بیننده های عزیز، این بود سرویس خبری این ساعت که تقدیم حضور شما گردید. سپاسگزارم از همراهیتان. وقت بخیر. خدا نگهدار.